به نام خدا. سلام دوستان، محمد محسن خاشه‌ای نژاد از سایت learn.ir در خدمتتون هستم با جلسه سوم آموزش کامل جاوا جیکوئری. همراه ما باشید. خب توی جلسه قبل با یعنی به حساب جلسه دوم با متد های، با متد شو، تاگل، اسلاید آپ و اسلاید داون آشنا شدیم و قرار هستش که توی این جلسه با سایر متدها شما رو آشنا کنم. متد فید این و فید آوت یکی از متدهای دیگه هستش که ما با اون توی زبان جیکوئری سر و کار زیاد داریم. یه باتمی ایجاد میکنیم و از خود همین نام متد استفاده میکنیم. فید آوت یک آیدی رو هم بهش اختصاص میدیم به نام فید آوت. خب همونطور که داشتیم دالر داکیومنت داد ریدی فانکشن ها، چه فانکشن های؟ انواع فانکشن هایی که داریم. خب بیان میکنیم که صدای سلکتر رو میزنیم، میخواییم که هر وقت روی این گزینه فید آوت کلیک شد عملیات مخفی شدن این عکس صورت بگیره، فید بشه و شارپ fade out انتخابش میکنیم. وقتی fade out داد کلیک شد، این باتم کلیک کردیم، بیا این عملیات رو انجام بده و این فانکشنمون رو انجامش بده. چه فانکشنی؟ فانکشنمون هستش که بیا این عکس رو دالر شارپ ایمیجمون رو داد چیکارش بکن؟ fade outش بکن. نتیجه رو ببینیم. الان روی fade out بزنیم، تصویر باید محو بشه. ببینیم محو شد. ممکنه براتون این سوال مطرح بشه که خب fade out چه تفاوتی با hide داره؟ هر دوتا که مخفی میکنه، درسته؟ پس تفاوتش چیه؟ fade out و hide هر دوتا یه کاری انجام میده، مخفی کردنه. اما تفاوتی که داره اینه که الان ببینید هاید به چه صورت هاید میشه. از پایین تقریبا میره از همه جهات به سمت بالا جمع میشه. خب الان من براتون تایمش رو بیشتر بکنم، بحث هاید رو که داشتیم و برای اینکه بهتر بشه تا به بازشته هست بکنم و نوع هاید رو از فست بذارم به این در عرض مثلا 3 ثانیه 3000 میلی سکند هاید بشه و برای فید آوت رو هم یه تایم میتونیم همینطور که میدونید دیوریشن براش در نظر بگیریم و دیوریشن این رو هم میذارم مثلا همین 3000 میلی سکند تا بهتر متوجه بشیم. تست میکنیم، روی هاید کلیک میکنیم، ببینید چی شد؟ هاید مخفی شدش و رفت به سمت بالا. روی فید آوت کلیک میکنیم، فید آوت کاری که داره میکنه چی هستش؟ اینه که از تمام جهاتی که وجود داره محو میشه. یه مروز هم ببینید محو شد، محو شد، محو شد، همه جا محو شد درج. اما هایدو که بزنیم تقریبا متن به سمت بالا میره و جمع میشه و مخفی میشه. این تفاوت بین فید آوت و هاید هستش که زیباتر هستش برای تصاویر مثلا از فید آوت استفاده بکنیم تا اون تصویر ما محو بشه. خب با دیوریشن هم که آشنا شدیم، بهترین راهش هم اینه که از دیوریشن اسلو استفاده بکنیم. فید این رو هم می‌نویسیم، یه دونه باتم جدید ایجاد میکنیم و از فید این استفاده میکنیم. فید این هم برای این هستش که وقتی تصویر ما فید شد، محو شدش، اون تصویر رو مجددا به ما نشون بده. فید این. یه دونه عین بالا، فقط کافیه که اینا رو دیگه زیاد توضیح نم ازش رد میشم چون از قبل براتون توضیح دادم. شارپ فید این، وقتی رو فید این کلیک شد، داد کلیک شد، بیا این عملیات رو انجام بده. چه عملیاتی؟
این فانکشن رو بیا برای ما پیاده سازی کن. فانکشنمون هم این هستش که بیا تصویرمون رو انتخاب بکن، شارپ ایمیجمون رو، و متد فید این رو براش به کار ببر و نوعش هم بده به حساب اسلوپ سیمیکال. تستش میکنیم، فید آوت میزنیم محو میشه، فید این میزنیم ظاهر میشه. به همین راحتی با متد فید آوت و فید این هم آشنا شدید و میتونید توی پروژه‌تون از این به بعد به کارش ببرید. البته این نکته هم که گفتم، تمام اینا دارای به حساب کالبک هستش که ما میتونیم اینجا بیایم تعریف بکنیم که وقتی این عملیات صورت گرفت، حالا یه دونه فانکشن جدیدی بیاد مثلا اجرا بشه و هر چیزی میتونه باشه اون فانکشن. خب این دو متد هم آشنا شدیم، به سراغ یکی از مهمترین و پرکاربردترین متدها درون جی‌کوئری میریم و اون متدی نیست جز متد انیمیشن یا همون انیمیت خودمون. متد انیمیشن چی کار میکنه؟ میتونیم مثلا ارکان درون صفحه رو جابجا بکنیم، حرکتش بدیم، یعنی این عکس رو بیاریم بره به سمت راست، پایین، بالا و هر کار دیگه میتونیم با این انیمیشن انجام بدیم. چرا؟ چون با انیمیشن، با این متد میتونیم به حساب ویژگی‌های CSS مون رو کنترل بکنیم و کل صفحه و المان‌هاش، پوزیشن‌های ما توی صفحه یا هر چیز دیگه خب متصل هستش به CSS و همین راحتی ها میتونیم اونا رو کنترل بکنیم. برای اینکه بهتر متوجه بشیم، ما یه دونه به حساب باتم یه در نظر میگیریم و تو این باتم می‌نویسیم که go، یه دونه آیدی بهش میدیم، آیدیش هم بهش میدیم go. این چی هستش؟ میخواییم بگیم که وقتی ما اومدیم روی این باتم گو کلیک کردیم، این تصویر حرکت کنه از سمت چپ بره به سمت راست با استفاده از چی؟ متد انیمیشن. میاییم انتخاب میکنیم دالر به حساب چه چیزی و این باتممون رو که متدش هستش گو و گو رو انتخاب میکنیم $go.click. وقتی رو این گو کلیک کردیم، بیا و برای ما یه دونه فانکشن جدید رو برخونی بکن. این فانکشنمون چی درونش میخواییم بنویسیم؟ میخواییم بگیم که این به حساب چه چیزی؟ شارپ ایمیجمون، تصویری که ما داریم، بیاییم براش صداش بزنیم، صدایه انیمیشنش بزنیم، متد انیمیشن. همونطور که می‌بینی دارای خاصیت پراپرتی هستش و به حساب دیوریشن. ما ویژگی‌هایی که داره رو درون این دوتا بلوک می‌نویسیم، در این بلوک می‌نویسیم آپولادی که گذاشتیم و دیوریشن رو بهش می‌دیم، مثلا بگیم در اندازه 10000 میلی سکند یا اجرا بشه این انیمیشن و جهت مرتب شدن کار به این صورت میاریم زیر. خب الان میخواییم بگیم که هر وقت روی این کلیک کردش تصویر بره به سمت راست، از چه ویژگی استفاده میکنیم؟ از ویژگی میشه استفاده کرد float right. تستش میکنیم با هم. کار نمی کنم. خب از تگ مارجین استفاده میکنیم. مارجین left و بهش میگیم که 100%، یعنی وقتی روی گو کلیک بکنیم باید این تصویر ما فاصلش از سمت چپ 100% بشه. می‌بینیم که 100% شد، اما همچنان تصویر ما قرار داره حالا توی عرض صفحه‌مون ایستاده بیرون.
برای اینکه اونم برطرف بشه چی کار انجام میدیم؟ یه ویژگی دیگر رو با استفاده از انیمیت بهش میدیم، میگیم که مثلا اپاسیتی اون باشه، شفافیت اون بشه مثلا 3 دهم. الان شو نتیجه شو ببینید، وقتی رو گو کلیک بکنیم میره اون بر صفحه و اپاسیتی کمتر هستش. شفافیت رو به 0 برسونیم و خروجی رو ببینیم، دیگه الان تصویری ما نخواهیم دید. وقتی روی گو کلیک بکنیم و تصویر محو میشه. به همین راحتی با گو میتونیم کار بکنیم. حالا بخواهیم بک رو هم بنویسیم، میتونیم یه دونه باتم جدید ایجاد بکنیم. یه دونه باتم ایجاد میکنیم و درونش از واژه بک استفاده میکنیم. یه آیدی بهش میدیم با عنوان بک. اون بالا بیان میکنیم که روی دالر ببینید میشه راحت اینجا کپی پیست کردش و بیایم مقدار این گو رو تغییر بدیم و اینجا به جای مثلا مارجین لفت 100% بنویس مثلا مارجین لفت فرض کنید 1 پیکسل و اینجا اپاسیتی به جای 0 بنویس مثلا اپاسیتی مساوی با 1. خب عیناً میشه کپی پیست کرد این دو سه تا متغیر تغییرش دادش. اما چرا من بهتون میگم این کار رو انجام ندید؟ برای اینکه کد نویسیتون بهتر بشه. شروع کنید به نوشتنش، سعی نکنید کپی پیست بکنید همیشه. هر چقدر که شما بیشتر بنویسید اینجوری بیشتر آشنا میشید با کد و بهتر میتونید کدهای خودتون رو بنویسید. sharpback.click وقتی کلیکش میکنیم بیاین این فانکشن انجام بشه. فانکشنمون چی هستش؟ میگیم که دالر تصویرمون شارپ ایمیجمون دات به حساب متد انیمیتمون صدا زده بشه. این انیمیت ما پراپرتی هاش رو درون این می‌نویسیم، مدت زمانش رو هم اینجا می‌نویسیم، درون 1 ثانیه انجام بشه. پراپرتی هایی که داره رو بهش نسبت میدیم. میخواییم بگیم که باشه مارجین حساب مارجین لفت ما باشه 3 پیکسل و اپاسیتی رو هم بهش میدیم که 1 باشه. تستش میکنیم و نتیجه رو میبینیم. رو گو میزنیم میره از صفحه محو میشه و ما دیگه چیزی نمیبینیم توی صفحه. روی بک میزنیم مجددا برمیگرده میاد سر جای خودش. به همین ترتیب ما میتونیم با استفاده از متد انیمیشن کاراکتر خودمون رو توی صفحه جابجاش بکنیم. لازم به ذکره که ما میتونیم با استفاده از همین متد انیمیت کارهای مختلفی انجام بدیم. برای مثال این عکس بگیم از سمت چپ بیاد بره به سمت راست، بعد بخوره به صف و بیاد پایین به صورت انیمیشن وار این کار انجام بشه. خب حتما مطرح میکنید چجوری میشه این کار رو پیاده سازی کردش. یه دونه باتن رو در نظر میگیریم برای این کار و بهش میگیم که همین مثلا انیمیشن رو بهش میدیم و یه آیدی بهش اختصاص میدیم انیمیت و اینجا میایم مینویسیم که دالر sharp animate.click که شدهش این عملیات بیاد برای ما انجام بشه. یه دونه فانکشن جدید که تو این فانکشن می‌نویسیم که اول قراره بیاد به سمت راست حرکت بکنه، پس باید این تصویر ما رو انتخاب بکنیم. این تصویر ایمیج رو بگیم که دات متد انیمیت صدا زده بشه بره به سمت راست و طی مدت مثلا 2000 یعنی 2 ثانیه بره به سمت راست.
و چجوری میره به سمت راست. مثلا میگیم که همین نیستیم رایتش باشه یک پیکسل، یعنی تصویرم بره به سمت راست. بعد مجددا میخوایم تصویر بیاد به سمت چپ، اینجا می نویسیم لفتش یک پیکسل. بعد میخوایم تصویر مجددا از بالا فاصله داشته باشه، رفت چپ بیاد راست. حالا همین دو مورد الان تستش کنیم. تصویر باد وقتی روی حساباتم انیمیشن کلیک میکنیم، تصویر بره سمت چپ بعد بیاد سمت راست. بخشید برعکسش، یعنی اول به راست بعد بیاد سمت چپ. خب مثل دفعه قبل که اون تابر نوشتیم به حساب نوشتیم سمت لفت یا رایت کار نکرد اما مارجینش کار کردش، علت چیه به نظرتون؟ چرا اینجا مثلا مارجین لفت کار میکنه، چرا این لفت و رایت کار نمیکنه؟ علتش اینه که ما قراره این دایومون رو حرکت بدیم توی صفحه، یعنی این جا به جا بشه. وقتی میخواد این جا به جا بشه باید توانایی داشته باشه پوزیشنش که این جا به جا بشه. پس بهش یه استایل میدیم با نام پوزیشن. حالا پوزیشنی که داشتیم ابسولوت داشتیم، فیکست داشتیم و ریلیتیو داشتیم، که بردم کامل توی آموزش های CSS درون سایت توضیح دادم و شما میتونید مراجعه بکنید به سایت، به قسمت حساب آموزش های CSS برید و اونا رو به صورت رایگان دانلود بکنید و یاد بگید که چجوری میشه با این پوزیشن ها کار کرد. اگر اشتباه نکنم توی جلسه دوم آموزش بوده که بدون آموزش دادم. و پوزیشنی که اینجا باید در نظر بگیریم تا به درستی کار بکنه پوزیشن ابسولوت هستش، یعنی نسبت به اون تگ پدرمون که الان میشه تگ بادیمون و بیاد مقدار تیر بشه. حالا یه بار دیگه اینجا تستش میکنیم، روی انیمیت کلیک بکنید، اومد سمت راست، اومد سمت چپ، به همین راحتی انیمیشنمون روش اعمال شد. حالا میخوایم بیایم بگیم که وقتی رفتش به سمت چپ اومد به سمت راست، حالا بره به سمت بالا، یه دونه تاب بهش میدیم، تاب حساب حالا یک پیکسل بخوره به سمت سقف، بخوره به بالا. و بعدش هم وقتی رفت بالا بیاد به سمت پایین، تاپ و داون رو بهش میدیم یک پیکسل. تستش میکنیم، روی انیمیت کلیک میکنیم، میره سمت راست، رایت، سمت چپ، میره به تاپ میچسبه و الان داون اجرا نشد. فکر کنم داون یه دونه ای داشته باشه. یه تستش میکنیم، انیمیت کلیک میکنیم، رایت، لفت، تاپ و باز اجرا نشد. ببخشید دوستان اشتباه کردم، اصلا داون نداریم، ما باتن داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم. تستش میکنیم و توی صفحه انیمیت رو میزنیم سمت راست، چپ و حالا بالا و پایین. خب الان میبینید کار نمیکنه. علتش هم اینه که وقتی ما تاپ رو داشته باشیم نمیتونیم همزمان باتن رو هم داشته باشیم، چون دوتا چیز مجزا از هم هستن. برای همین حتما باید یکیشو داشته باشیم، یا تاپ رو بنویسیم یا باتن. که خب ما میایم باتن رو در نظر میگیریم، میایم این که این بار رفرش بکنیم میره سمت راست، میاد سمت چپ، بعد میاد به سمت پایین و اینجا قرار میگیره. اگر بخواید به حساب بگیم که تصویر بره به سمت بالا، میشه از ویژگی‌های دیگه استفاده کردش که حالا بیش از این نمیخوام اوشمان رو بدم، ولی در کل میتونید خیلی راحت بیایم اونو کنترلش بکنیم. برای مثال مثلا میتونیم شما ببینید انیمیت رو از مارجین تا
تاپ استفاده کنیم و اون رو تاپش رو حساب 100 در نظر بگیریم، یکم اسپید رو هم بیشتر کنیم تا حالت انیمیشن بهتر بشه. تست میکنی، میره سمت راست، چپ، بالا و پایین، به همین راحتی حرکت انیمیشن مانند خودش انجام میده. با ویژگی های دیگه انیمیشن شما را آشنا بکنم، بحث کوچیک و بزرگ کردنه. مثلا میخوایم کلیک بکنیم تصویری که داریم توی صفحه کوچیک بشه یا بزرگ بشه، برای همین دوتا باتم ایجاد میکنم براتون. یکیشو میذاریم به حساب بیگ، تصویر بزرگ بشه، و یه آیدی بهش میدیم با نام همین بیگ، بزرگ بشه. یه دونه باتم دیگه هم ایجاد میکنیم و این باتم رو هم بهش میگیم که اسمان باشه، و وقتی روی این کلیک کردیم باید تصویر ما کوچیک بشه. میایم متدش رو مینویسیم، کد جیکوریش رو میگیم، هر وقت که اومدیم روی شارپیک کلیک کردیم این فانکشنمون صدا زده بشه. چه فانکشنی؟ فانکشنمون این هستش که بیادش این قسمت تصویرمون رو، ایمیجمون رو انتخاب بکنه. دات متد انیمیتش رو صدا بزنه طی مدت اسلو، به صورت آروم صدا بزنه و چیکارش بکنه؟ بهش بگی که شما ویده اندازت باشه الان در حال تادی مثلا بشه مثلا 800 پیکسل و هی ارتفاع دم بشه مثلا 400 پیکسل. وقتی روش کلیک کردیم عملیات انجام بشه. الان تستش میکنیم، روی بیگ میزنیم، میبینیم که خب اتفاقی نیفتاد. علتش هم اینه که خب ما اینجا خود عکس رو انتخاب کردیم، عکس انتخاب نکردیم، آمدیم این دایو رو لایر انتخاب کردیم، باید این تصویر رو انتخاب بکنیم و اینجا خود ایمیج رو می‌نویسیم، تستش میکنیم، میبینیم که تصویر بزرگ میشه. و برعکسش هم همینطور، وقتی روی اسمال کلیک کردیم دلر شارپ اسمال دات کلیک بیا و فانکشنی رو پیاده سازی کن که این فانکشن میاد میگه که دلر شارپ ایمیجمون دات این همون بالا هستش، یعنی اینجا نوشته ایمیج، ایمیج انتخاب میشه، دات انیمیشن اون صدا میزنه و طی مدت به حساب سلوی میاد اون عملیات ما انجام میشه و کدی که مینویسیم حالت اندازش رو برمیادونیم به اندازه معمول خودش، یعنی فکر کنم 426 پیکسل بود و ارتفاع اونم فکر میکنم حالا مثلا 200 پیکسل بر فرض مثال. و تستش میکنیم نتیجه رو، بیگ میزنیم بزرگ میشه، اسمال میزنیم کوچیک میشه. به همین راحتی ما میتونیم با ویژگی های مختلف انیمیشن کار کنیم. تو این جلسه براتون متد های فید آوت، فید این، دستور گو، دستور بک، همه اینا با انیمیشن صورت میگیره. خود انیمیشن حرکت بکنه کاراکترمون درون صفحه. به حساب با بیگ آشنا شدید و اسمان رو هم همین تو آشنا شدید و سعی کردم تمام ویژگی هایی به حساب این متد انیمیشن و کارهایی که میشه باش کرد و براتون توضیح بدم.
بیش از این جلسه رو طولانیش نمی کنم. انشاءالله توی جلسات آینده کار کردن با سایر توابع جیکوئری رو براتون توضیح میدم و اینکه چگونه بتونید با فرم ها کار بکنید، اونا رو اعتبار سنجی انجام بدید و با رویدادهای مختلف با استفاده از جیکوئری کار بکنید و بتونید برای خودتون یه دونه اسلایدشو رو پیاده سازی بکنید. حتما توصیه میکنم که کدهای مختلف جیکوئری رو بنویسید، کپی پیست نکنید تا خوب یاد بگیرید. به سایت سایتلرن هم سر بزنید، ویدیوهای آموزشی مختلفی توش هستش که خب خیلی هاشم رایگان هستش، اونا رو دانلود بکنید ببینید. اونایی که حساب هزینه بر هستش واقعا برشون زحمت کشه، میتونید با پرداخت هزینه خیلی کمی اونا رو هم دانلود بکنید استفاده بکنید. اگر دوست دارید به جمع مدرسین ما بپیوندید، حتما از طریق همکاری در تدریس سایت با ما ارتباط برقرار بکنید. تا جلسه به حساب چهارم از آموزش جیکوئری همه شما رو به خدای مهربان میسپارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.